الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خدمت همه بیننده های عزیز شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از برنامه های آموزشی کانال Selected Lectures. امروز در مورد موضوعی که میخواییم بحث کنیم Sentences. در جلسات قبلی ما در مورد بحث های متفاوت مثل خود language، در مورد pronoun، subject pronouns و object pronoun صحبت کردیم و subject هم خواندیم. اگر ما پهلوی subject یک ور ببانیم جمله جور شده، اگر پهلوی subject ور به complement هم بانیم جمله جور شده. پس یعنی ما میخواییم که جمله جور کردن بیشتر بیاموزیم که چی است. پس جمله را تعریف میکنیم. Then what is sentence? A group of words which has a complete meaning is called sentence. گروپ از کلمات که معنی کامل افاده کنه به او جمله گفته میشه. یک گروپ کلمات یعنی بیشتر از یک کلمه به شرطی که معنای کامل بده. مثلا سوار شدن، پایین شدن، پیاده شدن، اینا گروپ کلمات است. اما اینا فریز یا عبارت است. وقتی گروپ کلمات معنای کامل داشته باشه، یعنی مثلا من نماز میخوانم، من دعا میکنم، من مکتب می روم، یعنی گروپ کلمات که معنای کامل افاده کنه. شرط اصلی در ساختن جمله complete meaning، معنای کامل است. خب فرمولایی که به خاطر ساختن جمله به کار میره در کل، we have three formulas to make a sentence. Number first، طریقه اول یا فرمول اول، subject verb complement. باید ما subject پهلوی verb پهلوی complement قرار بدیم. در روش دوم یا طریقه دوم، ما subject با verb یک جای میکنیم که معنای کامل افاده کنه، یک جمله جور میشه. در شیوه یا طریقه سوم، ورب پلاس کامپلمنت. فرمول سوم ما میگه تنها اگر ورب با کامپلمنت هم معنای کامل افاده کنه، یک جمله جور شده. از بچه ها مخفف سبجکت است، وی مخفف ورب است، سی او ام مخفف کامپلمنت است. هر کدام از یاره با جزئیاتش میخوانیم که چی است. سبجکت، the word that begins a sentence، کلمه‌ای که جمله را آغاز میکنه. سبجکت ما در جلسه قبلی با همه جزئیاتش بیشتر و بیشتر صحبت کردیم، گفتیم چه نوع ضمایر عوض سبجکت به کار میره، سبجکت پرونان ها کدام ها است، و گفتیم سبجکت میتونه شی باشه، شخص باشه، مکان باشه. با جزئیات کامل سبجکت خواندیم. ورب چی است؟ ورب از ا ورد ویچ از یوز تو شو ا سید اور اکشن. فعل کلمه‌ای است که یا حالت نشان میده یا عمله. به فرض مثال به حالت شما مثال میگم، من خوب هستم، او احمد است، او استاد است، او افغان است. ببین حالت چه نشان میده که چی است، در کدام حالت است. او مسلمان است. همچنان ورب میتونه اکشن نشان بده. I teach English، من انگلیسی تدریس میکنم. He works in a bank، او در بانک کار میکنه. She teaches the children، او اطفال تدریس میکنه. یعنی یک عمل انجام میده که ما در دری هم عمل ما وقتی که میخواییم عمل نشان بدهیم، یعنی مشخصه ای که بتونه عمل واضح بسازه، تیون و دالون است. مثلا خوردن، نوشیدن، آمدن، خفتن، رفتن و غیره. What is complement? Complement is a word or group of words that complete the meaning of a sentence. کلمه یا گروپ از کلمات که معنای جمله را تکمیل کنه. مثلا ببینید، subject میگم I، verb میگم go، the complement میگم to school، I go to school، من به مکتب میرم. پس subject جمع verb جمع complement تانستن که جمله را تکمیل و کامل به ما نشان بده. خب ما چند subject و چند verb و چند complement اینجا نوشته کردیم. subject هایی را که مثال زدیم، مثلا I، you، we، he، the، علی، کریم، کامران. verb هایی را که مثال آوردیم، eat، خوردن. ببینین خوردن چیست؟ fail است. go، رفتن چیست؟ fail. speak، صحبت کردن چیست؟ fail. are، بودن. هستند، هستیم، پس این حالت است. was، بودم، این حالت است. were، بودیم، بودید، بودند، این حالت نشان میده. یعنی verb میتونه که هم عملا نشان میده بس سیکتای اول، میتونه که حالت هم نشان میده. what is complement؟ complement چیست؟ complement کلمه گروپ از کلمات که جمله را تکمیل. مثلا lunch، to Herat، teachers، a clever student، teachers. بین از این subject verb complement که جناب شکردیم جمله جور میکنیم. ببینیم مثلا I eat lunch، مغزای چاشنه میخورم، subject verb complement. اگه ما تنها verb complement هم بگیم eat lunch، بخور غذای چاشنه، یک نفر بسلام میکنی eat lunch. verb plus complement هم توانست که دقیقا چی رو جور کنه؟ یک جمله رو جور کنه. you go to Herat، شما به هرات میروید. subject جمع verb جمع complement. اگه تنها verb complement بگیم go to Herat، برو به ایراد، یه معنا میتم. جمله بعدی، we
go to Herat. ما به هرات میریم. یا مثلا they speak. تنها they speak. گفتم کامپلیمنت نوردیم باش. They speak. آنها صحبت میکنن. Subject plus verb. یک جمله کامل ارائه کرد. یکی مثلا یک مثال دیگه میگیم. They are teachers. آنها استادان هستند. Ali was a clever student. علی یک شاگرد لایق بود. کریم and کامران were teachers. کریم و کامران استادا بودن. ببینین subject I speak verb English complement. Subject verb complement یک جمله جور شد. من انگلیسی صحبت میکنم. Subject جمع verb. علی runs. علی میدود. یک جمله جور شد. Verb plus complement. Come here. Come verb است. Here complement. Come here. اینجا بیا. یک جمله جور شد. در جمله اول بچه ها subject verb complement تکمیل است. جمله جور شد. اما در جمله دوم ما سبجکت داریم، ورب داریم، اما کامپلمنت نداریم. بدون کامپلمنت هم تونستیم یک جمله جور کنیم. در جمله سوم ورب داریم، کامپلمنت داریم، اما سبجکت نداریم. پس دیگه هم تونستیم که ما جمله را جور کنیم. یعنی در کل ما اینو برداشت میکنیم از این صحبت ها که ساختمان جمله، ساختن جمله برای اینکه ما بتونیم جمله بسازیم، عنصر اساسیش ورب است. یعنی در جمله اول ورب وجود داره، در جمله دوم ورب وجود داره، در جمله سوم ورب وجود داره. اگر ورب نباشه جمله جور نمیشه. در غیر از او بدون ورب میشه که به هر شکل جمله جور شود. مثلا در جمله اول ورب نیست اما جمله جور شده، در جمله دوم ورب نیست اما جور شده، در جمله اول هر سهش جور شده، در جمله دوم کامپلمنت نیست جور شده، در جمله سوم سبجکت نیست جور شده. یعنی ورب باید باشه. پس حالا میایم چند نوع وربی که بسیار کاربرد داره و تقریبا حدود 30-40% جملات انگلیسی رو شما میتونید با اونا بیان کنین معرفی میکنم. یکی افعال بودن است. مثلا میگه من احمد هستم. I'm a teacher. من استاد بودم. I was a teacher. من استاد خواهد بودم. I will be a teacher. ببین فعل بودن چقدر کاربرد داره. او احمد است. او مسلمان است. او افغان است. او افغان بود. او افغان خواهد بود. انواع دوم فعل یا نوع دوم فعل افعال داشتن است. To have verbs. I have a book. من یک کتاب دارم. I had a book. من یک کتاب داشتم. I will have a book. من یک کتاب خواهم داشت. پس افعال داشتنم بسیار کاربرد داره در جملات روزانه ما. To do verbs. افعال انجام دادن. I do my homework. من کار خانگی من انجام میدم. I did my homework. من کار خانگی من انجام دادم. I will do my homework. من کار خانگی من انجام خواهم داد. پس ببینین افعال بودن، افعال داشتن و افعال انجام دادن سه نوع فعل است که کاربرد بیشتر در ساختمان و ساختن جملات داره و به شکل وسیع و گسترده استفاده میشه. پس از این افعال، افعال داشتن، بودن و انجام دادن شده در جلسات آینده به شکل بیشتر توضیحات برشان رای کرده و اینا را با جزیات بیشتر در موردشان بحث میکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.